توی قسمت با 5 از فیلم‌ها تو ژانر هنرهای رزمی آشنا می‌شیم. پلی‌لیست فیلم‌های رزمی و اکشن کانال به‌روزرسانی شد. لطفاً حمایت از کانال یادتون نره. بازگشت جنجن، سال انتشار 2010، ژانر اکشن تاریخی. 7 سالی از مرگ مرد افسانه‌ای یعنی جنجن گذشته و حالا یه ابرقهرمان جدید از راه رسیده و عضو گروه مافیا شده. چیزی نمیگذره که معلوم میشه ابرقهرمان ماسکدار و مخفی جدید قهرمان سابقه که همه فکر میکردن جونش از دست داده. اون برای رسیدن به هدفش با اسم جعلی وارد شانگهای دهه 1930 شده و میون گروه‌های مافیایی نفوذ کرده. فیلم 146 دقیقه یه افسانه موش سال 2010 تو ژانر فیلم‌های رسمی منتشر شد و از بین 10,000 رایت سایت IMDb تونست امتیاز 6.3/10 رو بگیره. رهبر گنگسترها قبل از اینکه راهی زندان بشه 3 میلیون دلار پول رو توی ساختمان قدیمی مخفی کرده و حالا قرار ساختمان با دینامیت تخریب بشه. ماجرا وقتی شروع میشه که خبر پولهای توی ساختمان به گروه‌های خلافکار دیگه میرسه. اونا فقط 90 دقیقه فرصت دارن تا پولها رو از ساختمان بیرون بکشن. رزمکار فیلمساز سوئدی تبار دولف لاندگرن کارگردانی این فیلم رو به عهده داشت و خودش هم کنار اسکات اتکینز به عنوان بازیگر جلوی دوربین ظاهر شد. فیلم 130 دقیقه قلعه سقوط میکند دسامبر سال 2021 تو کشور آمریکا منتشر شد و امتیاز 5.1/10 رو تو سایت IMDb گرفت. اصلی فیلم با اسم کال یکی از نوادگان آیلار بزرگ و سعی داره واسه رسیدن به کد ژنتیکی که میتونه کنترل انسان‌ها رو تو دست بگیره به حافظه جدش آیلار دست پیدا کنه. میونه همین قضیه کال تجربه ها و مهارت‌های جنگی جدش رو هم یاد میگیره و حالا میتونه دشمناش رو انتخاب کنه و اثر رو برداره. این فیلم 155 دقیقه‌ای سال 2016 از طریق فاکس قرن 20 منتشر شد و تونست امتیاز 5.7/10 رو در سایت IMDb بگیره. یکی دیگه از فیلم‌هایی که قرار است سال 2022 از طریق سرویس نتفلیکس منتشر بشه، خرابی، ویرانگر یا به هم ریختگی، یه فیلم جدید از گرت ایوانز، کارگردان 42 ساله آثار اکشن رزمی مثل یورش 1 و 2 محسوب میشه که قرار است تام هاردی به عنوان شخصیت اصلی فیلم جلوی دوربین بره. داستان فیلم در مورد ماجرای یک کاراکایی که باید خودش رو از دنیای زیرزمینی و تاریک جنایتکارا بیرون بکشه و پسر یه سیاستمدار رو هم نجات بده. هنوز تاریخی اطلاعات دقیقی از اکران فیلم مشخص نشد و باید منتظر خبرهای جدید سال 2022 باشیم. بعد از اتفاقاتی که تو قسمت قبل یعنی شکست‌ناپذیری سال 2006 برای بویکو افتاد، حالا اون به عنوان نظافتچی توی یکی از زندان‌های دورافتاده مشغول شده. ولی بعد از برگزار شدن مسابقات بین زندانی‌های مبارز و گذاشتن شرط آزادی واسه قهرمان، بویکو تصمیم می‌گیره دوباره برگرده به روزهای اوج خودش. اسکات ادوارد اتکینز 46 ساله هم دوباره به عنوان شخصیت اصلی تو این فیلم حضور داره. اسکات تو این قسمت و قسمت بعدی شکست‌ناپذیری که سال 2017 منتشر شد تونست برنده جایزه بشه و اسم خودش رو به عنوان یکی از ستاره‌های سینما و تلویزیون هم ثبت کنه.
سریال ملک صندوق، شروع انتشار سال 2009، ژانر بیوگرافی تاریخی. شروع داستان تو دوران تمام شدن سلطنت جین هیونگ جلو میره. شاهزاده خانمی که از طرف پادشاه به خارج از قصر فرستاده شده بود و میون مردم عادی و فقیر بزرگ شد، حالا قصد داره با پشت سر گذاشتن و آزمایش‌های سخت به فرمانروایی سیرا برسه. این سریال کره‌ای می سال 2009 از شبکه NBC پخش شد و تا 62 قسمت ادامه پیدا کرد. ملک صندوق تا حالا تونسته امتیاز 8.8 از 10 IMDb رو ثبت کنه. امروز می‌بینی. سال انتشار 2005. ژانر اکشن جنایی. هارلین با بازی استیون سیگال نقش یه دوز باباجان رو بازی میکنه. اون میخواد این شغل رو کنار بذاره، واسه همین باید تو آخرین عملیات خودش یعنی دزدیدن 20 میلیون دلار پول رو با موفقیت بگذرونه. فیلم 1:30 دقیقه امروز میبینی سال 2005 تو ژانر فیلم های رزمی و اکشن منتشر شد و تونست امتیاز 4.2 IMDb رو بگیره. در سنی آر برای این فیلم ثبت شد و تماشای اون ممکنه برای همه مناسب نباشه. جکی و خوناشان. سال انتشار 2003. ژانر کمدی اکشن و ترسناک. خوناشان های شهر در حال قدرت گرفتن هستن و با تکمیل کردن طلسم میتونن کنترل اروپا رو تو دستشون بگیرن. واسه همین شکارچی های خوناشان نگران شدن و قصد دارن از قدرت گرفتنشون جلوگیری کنن. بین همین ماجراها یه پسر خوناشام عاشق دختری که شکارچی خوناشام واس میشه و اوضاع به هم میریزه. این فیلم 128 دقیقه‌ای تو ایران با اسم جکی و خوناشام منتشر شد و از بین حدود 5000 رای سایت IMDb تونست امتیاز 5.5 از 10 رو بگیره. شب برای ما می آید. سال انتشار 2018. ژانر اکشن دلهره‌آور. مردی به اسم ایتو که قبلا عضو گروه خلافکارا بود، بعد از برگشت به کشورش درگیر ماجرای خشن و خطرناکی میشه. اون تصمیم داره از یه کودک یتیم محافظت کنه و همین قضیه اونو با گروه خلافکار سابقش رو در رو میکنه و خیابونای جاکارتا پر از خون و خشونت میشه. فیلم 121 دقیقه شب برای ما می آید سال 2018 تو ژانر فیلم های دلهره‌آور رزمی از طریق نتفلیکس منتشر شد و با حدود 25,000 رای تونست امتیاز 7 IMDb رو بگیره. مردی که هیچ دردی احساس نمی کنه. سال انتشار 2018. ژانر اکشن کمدی. داستان بامزه فیلم در مورد مرد جوانی به اسم سوریاست. اون با یه بیماری مادرزادی متولد شده و هیچ دردی رو احساس نمی کنه. همین قضیه باعث میشه هنرهای رزمی یاد بگیره و به مبارزه با خلافکاری شهر بره. این فیلم 2:14 دقیقه کشور هندوستان تا حالا تونسته با حدود 7000 رای سایت IMDb امتیاز 7.4 از 10 رو بگیره.